بله میبینم استاد. بله میبینیم استاد. خب من این را خبرتان روانم کردم. قدر موضوع کشال چی نیست دیگه گپ میزنیم سرش، اگه سوال داشته باشین یا یک تبصیری یک چیزی باز در سرش میکنیم یا از دیگه چیز و سوال داشته باشین. ببخشید. اندومتریوز از یک اصطلاحی برش میگن که اندومتریوز از یک بینان کانسر است. بینان کانسر ما یه چیز که کانسر نیست مگر از بند بردنش بسیار سخت است، تداویش بسیار سخت است. این امیر همیش باید آدم بر نظر بگیره که تداویش تشخیصش خود قدر مشکل نیست، تداویش ممکن است که فایده کنه، ممکن است نکنه، ممکن است تا بعد ابد پیششون باشه. اندومتریوز معلومدار اندومتریوز مانایش است که اکتاپیک اندومتریوم است، استروما و گلند، هم استروما باشه و هم گلند باشه. یا ایست که انترنال اندومتریوسیس است که یه ادنومایوسیس است، دیگه اکسترنال اندومتریوسیس است که در خارج رایم است. ادنومایوسیس استروما و گلند در داخل خود مای میتریوم است. اینا رو باز میبینیم. یک چیز رو در یاد ما برتن میگم که نوشته کنین بسیار چیز تا کمی مفید ثابت میشه برتن. باشین که دو نفر دیگه هم آمد. کی هستک؟ کیمیا جان است و حسین جان خواهی نامده. موضوع دیادم آمد اکثرا سوال های چی هم هست، سوال های امتحان هم در بردی از اینجا ما میره سوال میکنن. اندومتریوسیس با تداوی هورمونال یا مثلا سپریشن تستاسترون یا اجستین یا هر چیز دیگه که باشه یا دانکرین جواب میده. ادنومایوسیس به اجستین یا به پروجستینا یا به هر چیزی که باشه یا دانکرین که یک مشتق تستاسترون جواب نمیده. در حالی که اردوش اندومتریوزیس است، یکی اینترنال است یکی اکسترنال است. این حال اگر کسی رو بر ما گفت که چرا غیر چای ابراهیم جانشان به خلم میفهمن بخاطر از اینکه طبقه بزل لایر نیست در اتینومایوزیس و در اندومتریوزیس است. بزل لایر طبقه قایدوی. خب طبقه قایدوی است. خب طبقه قایدوی چرا جواب نمیده؟ بخاطر که در اتینومایوز استادی وجود نداره اما در اندومتریوزیس وجود داره. نه نه در دل شعر استی ما برای صحیح میسازمش. باش که کدوم کس دیگه بگویه. بگوین یکتون. نفسه جان استاد بخاطر از اینکه طبقه بزل به مقابل استروژن استاد حساس نیست. چرا؟ استاد که حجرات چی که استاد حجرات سطحی وقتی که به طرف قایده میره گفتم که حساس تر میشه وقتی که بچی میره به سطح میره استاد. خب این حالا ما برتون میگم خب که چه اندومتریوسیس از طبقه میدیال و سوپرفیشل اندومتریوم است. برای از اینکه یا از رای لنفینال باید میبینین یا از رای مستقیم از طریق توب در پیروتوان داخل میشه اونجا میفته. ادنومایوسیس از طبقه بیسال است. میفهمین که اندومتریوم دو داره، بیسال است، پرابیسال است و سوپرفیشل است. طبقه بیسال است اینا اصلا رسپترهای پروژسترون و پروژستین ندارن. برای از اینکه اگه یه رسپتر پروژستین می داشت و پروژسترون می داشت یک خانم یک دفعه عادت ماور می شد کل اندومتریوم می افتاد اگه منوره برش پیدا می شد. از اون خاطر است که طبقه بیسال است هیچ وقت در وقت در عادت ماور اشتراک نمی کنه نمی افته. عادت ماور خب می فهمه که ببخشید که یک تفلس طبقه انترمیدیت و طبقه سوپرفیشیال اندومتریوم است. اگر طبقه بیسال است هم در اونجا شرکت میکرد خب برای مریض یک دفعه دفعه اول یک عادت موارش میشد بعد از یک عادت موار برش نمیشد.
اینمی علت از ایست که طبقه چی چون ریسپتر ها نداره هیچ وقت جواب نمیده. البته طبقه انترمیدیت و سوپرفیشل ریسپتر استروژن داره و ریسپتر پروژستین هم و پروژسترون هم داره، از او خاطر تفلس میکنه. فامانده تانستم برتن؟ بله. این گپا را ما بسیار خوش استم که گپا را غیر شما در افغانستان دیگر کس نمی فهمن. خب دو بخش نجمیر یک دفعه دیگم تکرار کنم زمان فکر نمیشن. خب هر دفعه دیگم برتن تکرار میکنم، دو دفعه دیگه تکرار میکنم. زنده باشن استاد، شکر. طبقه اندومتریوم هم میفهمیم که سه طبقه است. باشین که ما یک چی کنیم برتن اینجا یو شیر کنیم. این تخته سفیده میبینیم؟ بله استاد میبینیم. تخته سفیده میبینیم. خواهی نال ده اینجا ما شما چی میکنیم؟ همین یک چیز رو رسم میکنیم. خب اینی بخش اینی رو گل میکنیم. شاید کنمش استفاده کنیم. این حال ما شما چی میکنیم؟ شده که ما از این استفاده نکردیم یاد مرفته فرانت این اینی را ما شما اندومتریوم از سه طبقه چی میکنیم؟ اینی طبقه پایانش است که در زیر است بیسالس است، اینی طبقه انترمیدیت است، اینی طبقه سوپرفیشل است. به اندومتریوسیس از اینی دو طبقه است که این حال پاسان میبینه که علتی از طریق لنفاوی مخصوصا از طریق مستقیم از طریق یک ریتروگرید مستروشن پیدا میشه. از روی توبا که نظریه چیست که سیمسون یک اولا روی او کشف کرد. اینی طبقه از طریق توبا اینجا قرص میشه، خلاص دیگه ما بازی نشونما میکنه، یک ریتنشن اندومتریوم میسازه، خود جایی نیست که برای اونجا میمانه، سکار میسازه و انفلامیشن میسازه، از خاطر درد میکنه. اینی طبقه اندومتریوم که هست، اینی طبقه پایان، ایست بیسالس هست، اینی طبقه پروژسترون و استروژن، اینی طبقه هر دویشون ریسپتورایش دارن. اینی طبقه ریسپتورای استروژن داره برای ازی که نشنومای عزیز توسط استروژن شروع میشه، منتها تا ریسپتورای پروژسترون نداره. اگر میداشت خدا وقت عادت موار کل طب امیر سه طبقه تفالس میکن، در حالی که اینی دو طبقه چون به پروژسترون امون یا تانست یک چیز ساخته بدم براتون که اگر اینجا چی کنین استروژن بتین قطع کنین اینجا خونریزی پیدا میشه، باز اگر استروژن بتین پروژستین بتین امراشت اینجا خونریزی پیدا میشه. یا تانست این حال خویه بترست استروژن و پروژستین در اینجا پروژسترون داده یک قطع کردین این اینجا عادت موار پیدا شده. خب این حال دهی استروژن هستی در نشون ما میته تا اینجا را. منطقه چون پروژستین پروژسترون رو ریسپترهایشان داره از اون خاطر تفلس نمی کنه. اگه تفلس میکرد خب کل اندومتریوم در یک عادت ما رو از بین میرد. اون از اون خاطر است که چون طبقه ادنومایوس است از اینی که من چیه خودم میگیرم. طبقه اندومتریوس است این از اینجا من چیه خودم میگیرم. این از این دو جای من چیه خودم میگیرم. فهمیدی؟ فهمنده تانستم یعنی؟ طبقه اندومتریوسیس این از اینجا منشه خود میگیره، این از این طبقه. طبقه ادنومایوسیس این از اینجا منشه خود میگیره، برای اینکه در زیر زیر مایومتریوم است، در مایومتریوم مدره در اینجا اعتباس میکنه. از اون خاطر است که به تستاسترون و پروژستین اینا خوکلش میفهمید که منشه از یک منشه دارن، از اون خاطر به این جواب نمیده.
یعنی که چون استروژن پروژسترون رسپتر دارد در اندومتریوسیس جواب میده. فهمنده تانستم برتن؟ بله بله. خب دوام بتیم. خب اینا رو گفتیم که اندومتریوس اکتاپیک اندومتریوم است. اکتاپیک معنیش است که خارج از اندومتریوم. خارج از اندومتریوم که استرومال گلند است، اکسترنال اندومتریوس است که اینه نیست. اینی عضلات است. در مابین عضلات شما استرومال نه ببخشین در بیرون مثلا در پیریتوان یا هر جایی که شما بایوپسی کردین این ببخشین که بازم از پیش ما چی شد چپ و غلط شد. اینی اگه اندومتریوسیس است که شما در بیرون میبینید. در پیریتوان یا در هر جای وجود. من اندومتریوسیس در حاله بدیدیم، در شش دیدیم، در مارومدار، در اسکار چی خود ما یقین دارم کلتن دیدیم، در اسکار سی سیکشن. وقتی که ببینید اینی نسج ار نسج که باشه است، یعنی در مابینش گلند است و استرومون در دورش است. اینی اگه اندومتریوسیس. ادنومایوسیس چیست؟ در اینجا استروما و گلند است منتها ببینین اینه عضلات است. در عضلات را هم انوژینشن کرده اینی مثلا قلواتش است منتها اینی ها رسپتر پروجستین ندارن. انترنال اندومتریوسیس با به طرف ادنومایوس داره قبول نکنه. دارتوسان ادنومایوسش تشخیص نمیشه. خب این حالا معمولا در کجا میباشه؟ در مبیزا براد لگمنت یورو سیکر لگمنت که بسیار زیاد امکانیتش زیاد است. رکتو واجینال سیپتمز یورتر سیروسه سیگماید کولون. اینجا باز تمام از شش برتان میگه. خب در کلدوساک در عرض خلفی بسیار زیاد دیدمش، زیادترین در اینجا دیدمشه که در خود اینه در اینجا که ربات های یوترو سیکرال معمولاً معروف میسازه. برای از اینکه نظریه سیمسن، تیوری سیمسن نیست که وقتی که این از اینجا میره برای از تیوب تو خارج میشه اما با حساب گراویتی وزن در پوستر کلدوساک میفته اینجا غرس میشه بعد از این نشون ما میکنه در خود رکتو واژینال وال اینجا چی شد که سر این در اینجا نشون ما میکنه اینه در اینجا میبینیم که از پشتر اینه تو یا سیاسیا و اسکار و سخت در خود یوتیوب سیکرال دو خاطر از وقتی که ماینه محبلی رو میکنید اگر یوترو سیکرال دردناک بود و فکس بود و یک قسم ناجلک ها داشت جست کردیم به اغلب احتمال که اگر اندومتریوسیس است دیگه در بسیار جایه دیگه میباشه مثل که اینو ببینید در ابدامنال وال است اینجا در سیکوم است در جدار مثانه است رکتو واژینال است در جدار عماس در خود اووری است میرم باید که ببینین وقتی که بایپسی کنین اینه تو میفید گلانز امراه استروما اینی تشخیص اندومتریوس برتون میکنن اینی مثلا اگه اندومتریوس است که در سرعتی داشته اینه در اینجا جا مخصوصا اونجا گفته ببینین ترمینال ایلیم اپندکس سرویکس والوا وجاینا ابدامنال وال که معمولا از خاطر سی سیکشن سکار است امبلایکس ان ادر ارگانز ببخشید یقینا شما دیدین که در وقت
اکسرک سزاریان کردیم؟ شش ما بوده، یک سال بودش میه پیشتن میگه که امی خود زخم ما درد میکنه وقتی این که معاینه کردین یک جای سخت یا نجیل سخت بلکل آیسولیتید مثل این ازی وارد اینجا خب بلکل بیرون برامده اینجا در داخل خود اسکار در زیر صفاق یا در سر صفاق شما ایره ببینید که در وقت سیزارین یک توته اندومتریوم در تحت الجلد غرض شده چون کلش رسپترهای استروژن پروژوسین داره هر ما در اونجا عادت مهار صورت میگیره و اساس و سبب اسکار و درد و تشکیل یا نوجود میشه تشخیص از این آلتسان بکنیم تایید میکنه براتون فقط اگه یک نوجول در خود اسکار سیزاریان سکشن دیدین که دردناک بود و کمر فکس بود اگه هیچی ضرورت نیست در زیر انستیزی لوکال میتونین که یک شق کنین رو بکشین پس بسته کنین 99% خوب میشه این میره به نام سی سکشن یا اسکار اندومتریوز سیزار میکنه از ایتیولوژیش چیست تک؟ ایتیولوژیش که اینمی سمسن تیوری در 1927 تیره پیشنهاد کرد و امروز تقریبا ثابت شده که لپاراسکوپی فایندینگ وقتی که لپاراسکوپی آمد چی میکرد؟ چی کردن؟ یا پیش از اون؟ در وقتی عادت موار که شما لپاراسکوپی کنین در بعض کسا شما میبینین که خون در کلوسک است یک مقدار کم خون در اونجا است در وقت عادت موارد دیگه جای خون نمه غیر از اینکه از داخل اندومتریوم بیاد و داخل خود رحم بیاد از اون خاطر است که کسایی که یک رحم ریتروورت داره که به طرف پشت سر است اونا امکانیت اندومتریوز پیشش زیاد است خب location of endometriosis animal studies یعنی چه شده که اگر شما سروکس رو بسته کنین در پیش حیوانات و عادت موارش فرس کنین که برای طرف توبا و در پیریتوان بفته سبب اندومتریوسیس میشه از نظریه سمسن اینا توسط حیوانات هم چیکنین اینا کلش اندومتریال امپلانت است در جایی که اکتوتی اندومتریال آخرین باشه در اونجا نشون ما میکنه خوی چیست؟ رتروگرید منسترویشن است رتروگرید منسترویشن یعنی می سمسن تیر زیادتر از میخود مگر خود اینجا خود رتروگرید است لنفاتیک مثلا در حالب خیلی از کجا میره در شش از کجا میره در امای رقیقه از کجا میره یا توسط لنفاتیک یا توسط واسکولر دیگه کسایی که ژنتیک ایمیونولوژی دارن که از نظر جین ایمیونولوژیشان پایین است میشه که انساج در اونجا زرق کن اگر شما به زیر الکترونیک مایکروسکوپ ببینید در سطح این از به خاطر از کادم اندومتریوز از بین برده نمیتونه در بسیار جایه را اگر شما زیر الکترون مایکروسکوپ ببینید به چشم و به لایت مایکروسکوپی معلوم نمیشه وقتی که در الکترون مایکروسکوپ نشه ببینید معلوم میشه که این خداوات هم هست و استروم هم هست و تا یک قدر خفی است کادم به زیر لایت مایکروسکوپی ها میره دیده نمیتونه خب امکانیت هزی و پریولنسش چی هسته؟ پرولنسش 10% مریضا در وقت رپروداکتیو ایج خود اندومتریوز داشته نباشه و جمله و 25-35% کسایی که انفرتیل هستن سبب انفرتیلیتی اندومتریوز است برای از اینکه معمولا پوره علتش معلوم نشده برای از اینکه زیادتر فکر میکنن که چون اندومتریوز سبب التصاقات میشه و
توب باید به تمام مانا آزاد باشه که مثل یک بال مرغوار اوون از وقتی آبولیشن بگیره. هر وقتی که شما توب ثابت ساختین یک علت بسیار مهم است برای عدم پیکاپ و گرفتن سکشن خود اوون. مگر در بعض کسایی که توب بلکل آزاد هم است به مشکل حمل میگیرن. یعنی مگر امکان داره که از خاطر پیریتوان نسجی خود اکسل عمل نسجی خود پیریتوان باشه یا ایست که انفلامیشنی که در اینجا میسازه انتقال به زمله قهره مشکل میسازه او انو سابال پورا مورم نشته مگر یک رابطه ما بین اندومتروز انفرتیلیتی هست. از 1000 خانم 4شان در سن 15 تا 64 مجبور میشن که داخل شفاخانه برن یا برای تداوی یا برای تشخیص. از خاطر قدر انسیدنس زیاد نیست مگر یک معضله هست از نظر جیوان نکرولوژی. اینی از سوسایتی آف American Reproductive Medicine است. یعنی ببینیم گفته که Revised American Society Revised کردن. Society of Reproductive Medicine Classification of Endometriosis. چون این را با کانسر مشابه می سازن میگن که چیز تک بیتر از کده می را ستیج کنه. مثل که شما کانسر چی را دیدن از اونقه که با شما چی رقب استیج کردیم که استیج صفر است و باز یک ایس و یک بیس و یک سیس بازن مترکایی نه چقدر که بالا میره انظارش خرابتر شده میره. اینو استیج کردن. اینی را اگر در دوسیتان باشه بخصوصا کسایی را که شما لپاراتومی میکنین یا لپاراسکوپی میکنین این میره اگر دوسیتان باشه که استیجش از روی ازی بکنیم. یعنی به اینجا چی میگه؟ استیج یک. ببینید استیج یک میگه منیمال است. منیمال چی مانا؟ سوپرفیشیال است. 1 تا 3 سانتی متر است. رایت اووری سوپرفیشیال اندومتریوم از 0.5 سانتی متر کمتر است. فیلمی ادهیژن ادمیژنش فیلمی است که فایبروتیک نیست. این استیج وان است. اینو با استیج دو اینه. آجا تیزی نیست که باید دادم ببینه که یاد دادم بانه. استیج دو مثلا استیج دو مایلد است. که مایلد چی است که دیپ اندومتریوم باشه بالاتر از 3 سانتی متر. باید اووری کمتر از 1 سانتی متر. فیلمی ادهیژن باشه. به اینمی صورت آدم میبینه تمام فایندنگ خود در اونجا پیدا میکنه و استیج میکنه. وزینه در اینجا استیج داخل میکنید. یعنی ببینید 1 سانتی متر که باشه 2 سانتی متر باشه این در اینجا آدم داخل میکنه. در آخر شما عدشن اگر عدشن اندومتریوز باشه این شما استیجش تعیین میکنید که باز به اساس استیج شما انظارش و تداویش میبینید. مثلا اینجا ببینید در استیج 6 ببین چقدر زیاد است. دیپ است و اینه طولت ساقات داره و رایم و مبیز و اووری چسبیدن و اینه به تدریج هر قدر که آفات اندومتریوز زیاد میشه سبب تخریب اعضای عصبی میشه به اون اندازه استیج بلند رفته میره. اینی را اگه بتونین پرینت کنین در معاینه‌خانه تان نگاه کنین یا در شفاخانه کسایی که من مخصوصا کسایی را که شما تدریس میکنین اینه میره برشون بگوین اینی اماخری استیجنگ است که توسط American Society of Reproductive Medicine چی شده پیشنهاد شده. یعنی بازده اینجا میگه ببین لپاراسکوپی شده یا لپاراتومی شده فوتوگرافی شده یعنی وقتش چی وقت است دیگر ریکومندیشن تریتمنت چی است. اینی را که بکنین یک ریکارد مفصل پیشتون می باشه که آیا امروی مریض دارنده چی کنین. اینی مریضه شما توسط دوا یا توسط لپاراسکوپی یا ما بعض وقتی نیره تداوی کنه نمیتونیم.
اگر اعراض داشته باشه یعنی مریض هایی است که معمولا به استرکتومی و بایلاترال سلفنگوفروکتومی منجر میشن. اینم یادم آمد که یادم باز پسند نرود کسایی را که شما دست خاطر اندومتریوسیس یک بایلاترال سلفنگوفروکتومی میکنید اندومتریوسیس رحم هم میکشید. همین رحمشان میکشین. اونا را میگن که یک چیز اد بک تراپی آدم میکنن. اد بک تراپی چطور است؟ که اینا خب استروژن دفیشنسی مذهب میشن. یک گله چای دیگه برای ببری؟ اونا خب استروژن دفیشنسی مذهب میشه که اونه در هورمون ریپلیسمنت تراپی ما شما دیدیم که بسیار عواقب خراب هم داره بازی وقت. اینا را ادبک چطور میکنن؟ ادبک است که برشان استروژن میتین معمولا میگن که گولی های برد کنترول پل برز یادم بده ولو که نزدیک منوپاز منوپاز هم باشه. نرفتی هم از؟ فقط گولی برد کنترول برزی که در گولی برد کنترول پل چیست؟ پروژستین است. پروژستین خوال کلتان میفهمیم من یقین دارم که یک مشتق تستاسترون است. 19 نار تستاسترون است که نشونه ما اندومتریوم ای نهی میکنه. پس در جایی که اندومتریوز است او را نهی میکنه. استروژنش در رسپترهای استروژن میره که سبب فقدان استروژن نشه و منوپازل تراپی را برتون میکنه. تشکر. فامنده تانستم انشالا برتون؟ بله استاد. آقای اینجا میبینیم که یک چی بسیار کلان اندومتریوسیس در نسج پریتون چسبیده. خب دیگه چی هسته که از نظر دایگنوسیس چی میکنید؟ معلوم دار. این را صد دفعه گفتید. اول باید یک مشاهده بسیار از قبیل. وصفی اندومتریوسیس هسته که در وقت عادت ماهوار درد از اینا بسیار زیاد میشه. خود دسمنوریا است. دسمنوریا از اینا معمولا سکندری است. در اونجا پیشتر گرچه دیدیم که در سن 15 سال هم امکان داره که باشه. مگر معمولا بعد از این که در سن ریپرودکتیو میرسن در اونجا زیادتر اندومتریوسیس نشون ما میکنه. CA125 که سل سرفیس اندیجن است. اینی در اندومتریوسیس بلند میره. از اون خاطر است که یک مارکر اسپسیفیک برای چی نیست؟ برای اپیتلیال تومور مبیز نیست. دیگه یوترس فایندینگ است. اگر هم متحرک نبود، ثابت بود، فکس بود و در پشت سر شما نادجولات تاره چی میکنین و دایرکتال اگزامینیشن شما خود لگمنت ها یوترس سیکرال و جسد and if it's nodular or if it's painful. And یکی از اعراض دیگه شیست است که اینا painful bowel movement دارن. Painful defecation. در وقتی که مواد غایطه خارج میشه چون سر یوتروسکرال ها فشار میاد درد میکنه. اینا هم یکی از اعراض وصفیش است. یوتروسکرال لگمنت ها چقدر ما شما دستش گفتیم که اگر به جس میکنین از پشت سر کلسک خلفی یا از رای رکتوم. ادنکسر باید با آدم ببینه که چطور است، فکس است، نیست. دیگه مرم دار لپراسکوپی این بایابسی is the only way you can diagnose. خب اینه ببینین در اینجا که باز وقت از خود اندومتریوم، اینی یک اندومتریوس است. مرم دار ببینین گلنده میبینین امراه استروماش. اینال اینمی اندومتریوم باز وقت از خود ازی اندومتریال کارسینوما نشون ما میکنه که محراقش اندومتریوسیس میباشه و این محراق اندومتریوسیس که به ادنوکارسینوما مصاب شوه و تداوی چندان خوب جواب نمیده. اینه و باز وقت اینه به کانسر ادنوکارسینوما که اینه بلکل حجرات کانسریست تبدیل شده. ببینید در اینجا که
در است سرپنگ میگم چه قسم نشان داده در خود رحم مثلا میبینیم در پولیش یک ناجل بسیار کلان چیز تکنیتیوسیس این باز اینی چای رنگش است اینی یک چاکلت سست است نی؟ شما هم دیدین که بنام اندومتریوم آید میکنن چاکلت چیز ما به نزی خون جمع میشه و جمع میشه و جمع میشه و جمع میشه و رنگ خود تغییر میته یک نسواری میشه مثل چاکلت باید چاکلت سست باید نه من یقین دارم که کل تنی گفه دیم اینا رو باید سر تداویش گفت میزنیم که چی قسم اینا رو از نظر داخله و از نظر چی تداوی کنیم بینین اینی یک bilateral stage 4 endometriosis endometrium ada injomas chocolate cyst injom chocolate cyst bilkul kashi ambe ini de bilin ki vaqti ke daim qata kada bilin ini azalat sen adenomyosis go davat da khod azalat da bilin man bari makroskopik shas beshtar ke bartan goftem ke filmi adhesion ini o filmi adhesion خب پیش ما چی میکردیم؟ کسایی که انفرتیلیتی داشتن اینی اگر علت انفرتیلیتی است در کسایی که پی آی دی داشته باشن نان توبرکولوسیس اگر توبرکولوسیس باشه همیشه التصاقاتشون بسیار زیاد فایبروتیک است خب اینی رو ببینید این از اینجا التصاق در سطح پیریتون چسبیده تا اینجا اینی در زیر مایکروسکوپ است یک عکس است که ما از مایکروسکوپ گرفتیم با چشم دیده نمیتونه کمی سرحد ما بین از این اتصا پلیتون در کجاست این هم حدود یک بر ده میلیمتر قطری از این سوزن است این بود این شما با زیر مایکروسکوپ میبین و میفهمه که همی چی از این در کجاست سرحدش کجاست بسیار اتیاد که دست در نلرزه پیتون آدم مجروع نسازه اینی را آدم اکسایز میکنه اینی را اکسیژن و ارهیژنز میکنه اینی طرف مثلا که هست این از اینجا یه اکسایز میکنه آنگاه دیگه چیزی میگه چیزا شیشه ایسته که آدم ساخ کش میکنه که ترکشن کنه اینی را ساخ آدم میکشه که بکش آدم پس ساخ وجود نمیه بیاید بسیار امکانیتش که هست شما قطع کنین معمولا دیگه دفعه که باز کنین اتصاق هزی دو چند زیادش شده از خاطر امروز اتصاق قطع کردن به انفرتیتی بایش مزار است باید کشید این برای از تولید دیگه اتصاق دادم چی کنه مواد بسته که مواد بیاییست که ساخته شده که در اونجا که تصاق خدا میشه لگه مثلا اگر مبیز اول تصاق داشته باشه این یکی سوپر هست که یک فون هست که وقتی در نصف بچه میکنی جل رو تشکیل میکنه که نمی مکوده به بچه هست وقتی لده بایل امال میشه وقتی یه اینترسیت هست اینترسیت رو هست Thank you.
میکنه کم کم جایی اتفاق باشه اتفاق در طرفشون بلکن مشابه در طرفشون به این مده ماسوری چیده استروید بسیار کاربن است که معمولا شما را قبول دارین و روزان برتان گفتم که دیپوپروورا است. دیپوپروورا که دوزای بسیار کانسنتریتد است یافت نمیشه در اونجا اینجا است. اگر نشد گفتیم که دو امپول 150 میلی گرام یا سه امپول 150 میلی گرام یک جای برش بتیم همین بر کنترول دیپوپروورا را. اینا لی رو با شما هر سه مواد تکرار میکنید تا 18 ماه. 18 ماه میبینین که همه اعراض مریض به اغلب احتمال کم میشه و بعد از او ایر استاد میکنید میبینین اینی مریض رو که استاد کنید 30-40%شان حمل میگیرن. و اگه این نبود دیگه این گفتیم 19 نور تستوسترون که شما میفهمید که دیسوجسترول است و نور تندرون است و چرا ناتیم نال تستوسترون است ریوی میکنیم. تستوسترون در اینجا یک چی داره؟ کاربن 19 داره. شما رو براتون گفتیم که این کاربن 19 در لابراتوار که از بند بردن خواص اندروژنیسیتی تستوسترون با کلی از بند رفت، مگر خواص انهبیشنش سر جی ان آر اچ و اندومتریوم و تیجوه با تمام مانا ثابت ماند. از این خاطر است که عوارض جانبیش از بند بردن و تاثیر انهبیشن شد از سر انهبیشن آف آویلیشن، انهبیشن آف جی این آر ایچ و افیچ و الیسیچ و تمام آنها سالم نگاه کنند. اینی دیپوپروورا است که در هر سی سیش 400 میلی گرام است. از اینی استفاده میکنند. دیگر پروژستینو است که از دیپوپروورا چی شده مشتق شده که اونا رو از راه دان آمادم دادن. ایتانه مثلا میگیس یکش است. میگیس است که 25 میلی گرام تابلت هامه. کیل زیادتر برای وقایه یا برای تداویه یا ادنومات سرپ پلیاجیه یا اندومتریوم یا کانسرهای که از اندومتریوم نقص میکنه به اون میتن. شما میتونه اونزو که تا 160 میلی گرام هم در روز برای مریض بتیم. 160 میلی گرام شما بتیم با کلی مریض استروژن دفیشنت میسازیم. یعنی وقتی که مریض استروژن دفیشن شوه همون نقاط اندومتریوم که در اونجا هست این برش غذا و همون تیل کیره نشون و مامته نمیرسه آستا فرگمنتشن میکنه توسط وجود جذب میشه. اینو میخوانی که تاثیرش اینو میسته. یعنی ببینید که اینجا پری تریتمنت هست، کسایی که پری تریتمنت هستن و کسایی که بعد از تداوی هست. اینو پیش از تداوی مثلا لپراسکوپی سکورشان که پیشتر دیدنی از چیش بود؟ استیجش بود. مثلا نفرالین که جیناره چند انالست است. دانازول یک مشتق چیستک از تستوسترون است. یا مثلا 800 میلی گرام یا 400 میلی گرام یا از دانازول 800 میلی گرام داده منطقه یک ذره
عوارض جانبیش هنوز هم خاصیت اندروجینیسیتی داره، مریضا کمک کنه موی میکشن و نیترو. ببینید پیش از تداوی اینه قبل از کورش، بعد از تداوی قشله. اینجا پیش از تداوی قبله، اینجا شده. پس معلوم میشه که خود مریض باعث کنترل ازش استفاده میکنن، میبینن که آیا مریضا رو خود یک دفعه مثلا لاپاراسکوپی میکنن، استیج میکننش، میبینن که از استیج مثلا دو به استیج یک پایین میشه، و مثلا از استیج سه به استیج دو پایین میشه. از خاطر یا میگرند ما استادیست که نشان میده که اینمی تداوی های داخلی در اینجا رول داره. به گند متروسیم در انفرتیلیتی چی رول داره؟ مهم دار متناسب است با استیجش و التصاقاتش که پیشتر گفتیم مکروفاژ هسته که هر قدر که آدم رو به نکروز مصاب بسازه و منشه نشونمایش قطع کنه مکروفاژ ها میان از بند میبرنشه. خود پروستاگلاندین است از چیا افراز میشه، از اندومتریوسیس که منظومه خاطر سبب کرمپ های چی میشه؟ رحمی میشه. دیگه ایمینولوژیک فاکتور بسیار دنجه، کسایی که خود ایمینولوژیشان اوقدر قوی نیست، سیستم آتو مکانیزمشان اوقدر خوب نیست، اینا انسیدنس اندومتریوس پیششون زیادتر است. پوزنری رو دیدم پیشترم که اکسیژن میکنین، یکی ابلیشن است که خود اندومتریوس هم ابلیشن میکنه. ابلیشن از امروز بهترین طریقه از CO2 لیزر است. لیزر یک از کاربون دای اکساید است. برای اینکه یک لیزر است که عمقش، عمق داخل شدنش، پنتریشنش تنها تا 2 تا 3 میلیمتر است. مثلا اگر در سر اما باشه، شما اینه که لیزر کنین، در داخل اما نمیره که اون شکاف کنه. این امیر ویپورایز میکنه، بس دود تبدیل میکنه که یک سکشن است، سکشن دودش رو میکشه. این امیر بهترین، من خودم این رو بسیار زیاد خوش دارم. در یونیورسیتی ما خیر از مدگر کس سی او تو لیزر نمیکنه. بسیار خوب است که آدم سی او تو لیزر میکنه، آسان کشته میشه. اگر نی توسط گروس کنونشنال سرجری یا توسط کاتری آدم می نمیره اکسیژن میکنه. ابلیشن شو رقم است که دست بین میبره شدم یا اکسیژن میکنیش دیگه هیستریکتومی است و تر با دات سرپنگ و فریکتومی که پیشتر سرش ما شما گپ زدیم. یک دوتا الگوریتم براتان اینجا ماندیم که براتان بسیار ممکن است مفید ثابت شد. آپراتیو لاپاراسکوپی پین ریلیف بعد از آپراسیو observation. این اگر لیزر کردین یا اکسیژن کردین عمل لاپاراسکوپی ریلیف شد، فقط observation میکنین. یعنی مریضا رو باید تشویق کنین که هر قدر زودتر شد کانترسپتیو نگیرن، حمل بگیرن که ممکن است داینده پس نقص کنه. پین نات ریلیف یا نان نارکوتیک انالجیزیا مثل نان استرویدال آنتی انفلاماتوری مثل موترین و ایبوپروفن اینا دیگه برای اینا اورال کانترسپشن میتین. اورال کانترسپشن خودش به ذات خود یک تداویست اک برای اندومتریوس است که نهی میکنه نشون ماشه. اما تو که چی رو نهی میکنه؟ جمیلا جان خطا خورده. خب اینا وقتی که کار کردین چی میشه؟ پین نات ریلیفت دن از آل جی ناره چه اگنس پروجستن که پیشتر دیدیم. اگر دردشان خوب نشد بهتر میره. پین ریلیفت لانگ ترم نان استرویدل و اورال کانترسپشن اینه میره دوام میده اگر دردش خوب شد. اگر نشد دیگه میده اینا اگه لانگ ترم آرکس در ازال آرکس شد پروجستین بر ازنا میتین که تا آخر چه کنن ازش استفاده کنن. اینا پین نات ریلیفت گفتیم در ازال اینا رو میتین. اینا اینجا میگه کرونک پین تریتمن پرودستین که خوب نمیشه و دیگه اور سرجیکل تریتمنت که پیشتر سرجیکل تریتمنت دیده. یک الگوریتم دیگه هم بخیرم برتن من اینجا داخل کردیم. آباره برای انفرتیلیتی که اپراتیو لاپاراسکوپی میکنین چی میکنین؟ اوویلیشن اندکشن بود کلومفین این آیو آی امرو اوویلیشن اندکشن در صورتی که شما یک توب نسبتا نرمال برش تولید کنین، التصاقات اکسیژن کنین،
اگدین تو با بان بدون ولندار استیج سی بدون نه بلکلی زیای وقت است. خیلی حالا اگه پرگننت شد خب پرگننسی خودش به ذات خود یک تاثیر مثبت در سر اندومتریوسیس داره. خودش اندومتریوسیس معمولا دیترمینزی که بسیار زیاد این اندومتریوسیس با فقدان دچار میشه در وقت حاملگی. نان پرگننت اوولوشن اندکشن ویل گوناد تروپن آی یو آی اگر حامله دار شد شد اگر شد نو پرگننت آی وی اف یا گفت IVF در این مریض ها بسیار تشریح خوب میده. یا گفت که گمت انترفلوپین ترانسفر است. یه میکنید. دیگه ابزربیشن برای 6 تا 12 ما میکنین. اگر پاک کده تانستین میبینین که حامله دار میشه یعنی. صدیق بچه هم یک تکس بکنی که رسیدی. ها؟ آه ما قلب میکنم. باز اگر فرض میکنیم معامله دار نشد معامله دار پس به این طرف میه دیگه انفرتیلیتیست که آیا شما ادکوت رسکشن کنه میتونین یا نمیتونین این ادکوت رسکشن ببینین که زمینه را برای حمل شما توسط لاپاروسکوپی مساعد ساختن نتانستین چی بکنین به اینجا هیچ چیز دیگه نیست اینمی اگانه آلترنفتبتون است IVF گفت است. اگر ادکوت رسکشن شد باز در اونو الگوریتم پیشتر میدین. شرط ابزرویشن میکنین پرگننت نان پرگننت نان پرگننت باید اوبلیشن اندکشن میده یا میان یا اوبلیشن اندکشن کلومفین اگر پرگننت شد تو اگر نه پرگننت شد پس اونمو چی الگوریتم پیشتر برتون نشان میده. اینی الگوریتم نشان. اگر نان پرگننت بود باز به IVF گفت چی میکنیم؟ مراجعه میکنیم. در جان تشکر. تشکر استاد. شکر. انشاءالله که فهمیده شد تا یک اندازه. بله. بله استاد ببخشید. دیگه پلوده ای که استاد شما میتین امی سه تا را امی یک جای میتین تا اجده ما را یا ای که ما دوز معمولیش برای اندومتریوس 400 میلی گرام است اگر دو تا چی را یک جای بتین 300 میلی گرام میشنی بله گرام بد نیست اگر دو سه تا شو یک جای نظر به یکی چقدر وقت چقدر وسط اندومتریوز چقدر زیاد است اگر سه دانه را بتین هیچ کنم اختلاط عجیب و غریب نداره من تا بر مریض بگوین که عادت ممارش قطع میشه اگر 7% مردم کما کنه دیپریشن برشون پیدا میشه ممکن است که اگر سپاتینگ داشته باشه مثل که شما میفهمین دیپ پروبرا را که برای کانترسپشن میتین که مریضا را باید آدم ایژوکیشن بده که اونا دفعتا باز چی نشه مشوش نشه استاد ما هم سوال داشتم چرا نه؟ استاد من یکم سوال هایم زیاده چون بحث اندومتریوزیس یک بحث بسیار فرمودی شما بحث مهم است مشکل است ای که استاد امی اسلای بلکی یوتیرس یا رحم کلان باید جان مرم که یک رتبه در فاکلتی تب بتین باز از اینجا زیادتر براتون شبهات نجوار استاد شما براتون از رب ندارین شما استاد استاد این رتبایی که ما میگیریم استاد ما خواه هر صورتش تبصره را میکنیم استاد امی موضوع بلکی یوتیر از اولتراساوند بسیار اوور دیاگنوز شدم باز دکتران نشته میکنن که خصوصا در حال ماشین های اولتراساوند یکم ریزولوشنش خوب است باز نشته میکنن که من یک رحم اتروجینس دیدم و رحم هم بلکی است باز یک پاسیبیلیتی ادینومایوز اسمی منم من این زنیز اراز علایم ادینومایوز دارم چه خوب سوال کردی. من یادم رفت که این قسمت براتون بگویم. که ادنومایوسیس از نظر کلینیکی آدم چطور تر؟ من. رفیه جان خطا خورده پس داخلش کنیم. چطور تشخیص میکنه؟ اول خوب این رحم ها کلش باگی است. بسیارت نرم و کلانتر هستن. دوم این رحم ها در وقتی که شما فشار میتونیش در معنی بای منوال اینا متوتر هستن دردناک هستن.
اینی مریضا دیگه ممکن است که اینا انفرتیلیتی داشته باشن. اگه این مریضا چی داشته باشن، اولاد درست داشته باشن، به اینمی فایندینگتون استدباب هیستریکتومی رو داره، like vaginal هیستریکتومی میکنه. یکی. دوم، تشخیص اندومتریوسیس، ادنومایوسیس توسط هیستروسکوپی میشه. شما 85% این کسایی که اگه یه نمیفهمه، من براتون بگم 85% ادنومایوسیس در جدار خلفی رحم است. برزی که از نظر خودم در نظر گرافتیس یا چیز اونمونجا اندومتریوم داخل عضلات میشه. اینا رو در هیستروسکوپی چی میکنیم؟ یک وقت معلوم شد که استروسکوپی مبخشن کساره که توسط استروسکوپ آدم راه میشن اندومتریوم ریسکشن میکنه یا ابلیشن میکنه که توسط کاتری آدم میسوزنه یا توسط عوجوش. چندین طریقه است که بکی اندومتریوم از بین میبردم. معمولا 85% از اینا برشان امینوری پیدا میشه. یک عملیات بسیار ساده، مریض میره خانه. البته باز اختلالات برای آدم باید متوجه بشه، از نظر تکنیکی کمک کار مشکل است. خب هر صورت اینا رو دیدم که یک تعداد 85% جور میشن، یک تعداد دیگه نمیشه، 40% 50% پس میان برای دیگه سیکندری ابلیشن یا برای استریکتومی. اینا رو چی کردن اینا؟ که هر وقتی که پیش از استریسکوپی بود، ما خودم بسیار مریض را متکدیم، پیش از او آدم یک مایومترال بایپسی میکنه، یک ریسکشن لوپ است که 90 درجه است. اینجا خواهن از وقت است براتان یک چی کنم شیر سکرین دیگه بکنم. این حالا در این شهر سکرین دیگه چطور میکنیم؟ در اینجا چی میگیم؟ جمیله جان خطا خود انترنت هاتون خراب است، خطا میخورم. در اینجا چی میکنیم؟ امی خود چی؟ ریسکتروسکوپ یوترس یک پروب داره و اینی درازی. این اینجا یک لوپ داره از وایر است، اینه تو حلقه است، اینه تو یک دونه حلقه است. اینه ما اگه برتون شیشه بکنم اینجا اینه می اگه از طرف روبروی ببینه نشه، اینه تو یک دونه حلقه است، اینه تو هست، اینه تو هست. اینی به اینی شکل است، اینی همراه کاتری وصل است. اینه حالی وقتی که سطح اندومتریوم شما میبینه، اینمی لوپ آدم در اینجا داخل میکنه، سرکاتری کاتینگ میکنه، اینمی اندومتریوم یک تراش میکنه و اینی رو آدم در جدار خلفی اندومتریوم، در جدار خلفی رحم اتو خوب آدم زورش به یک زاویه 45 درجه در سر مایومتریوم بندازه تا اینینج رو داخل میشه، آدم یک توتی یک استرپ مایومتریوم عضلیش آدم میکشه. اینی رو برای چی که روان کردین؟ برای پاتولوژی براتون تشخیص میکنه که آیا ادنومایوسیس هست یا نیست. این هم از خاطر بکنیم که اگه یه ادنومایوسیس باشه دیگه باز اگه یه جواب نداد در چی در یه ابلیشن، دیگه باز دوم دفعه یه ابلیشن نمی کنین، باز دیگه 100% غیر استریکتومی دیگه چیز نمیشه. اینم یک کمپانی دوا بودی، کمپانی دوا رو خمی فهمین که چقدر اعلانات میکنن که باید سامانهاشون فروخته شده. اینا یک طریقی نو چی که قدر نو نبود، او رو امروه همین طریقه ریسکشن گفت ما مقایسه کردیم. این طریقه ما از ریسکشن کده بهتر بوده، خود در حاله که چی بوده؟ اما ویریبل فاکترشه دیگه کسی قدری رو متوجه نشد. ما پرسان کنم از ریپریزنتیفش، گفتم شما ویریبل که ادنومایوسیس هست او رو شما تجدید نکدیم، شما ممکن است که در او چی که امروی ریسکشن کردین در اونجا ادنومایوسیس بسیار زیاد بوده باشه، در مریضای شما ادنومایوسیس کم بوده باشه، از این خاطر طریقه شما بهتر شده. اگه شما پیش از پیش بایپسی میکردین هر دو گروپه، باز اینا یک کنترل داشتین، یک داره بیچاره بسیار خجالت هم کشید
که سامان ما فروخته نشد. مگر اینی بسیار مهم است که اینی ویریبل آدم چی کنه تشخیص کنه که چی تاثیر داره یا نداره. دیگه باز اونمو تشخیص کردن، باز دیگه استریکتومی های از طریق پایان وجینال بسیار زیاد ساده و آسان است. استاد اصلا نمی ابلیشن ها که کده بودن به خاطر اندومیتیوزز نبوده ابلیشن که شده استاد به تشخیص دیگه شده. اندومیتیوزز خود ابلیشن کار نداره، اندومیتیوزز خود در خارج رای ماست. ادنومایسس شما سکشن کده نمیتونه، این را از خاطر دیوبی کده، دیسفانکشنال یوترین بلیدینگ کده. زبیده جان تمام سوال سوالی بله بله استاد. بله یک موضوع دیگه است، موضوعاتی که ما عملیات میکنیم. حالا خب موضوع استیجینگ موضوع بسیار خوب بود که ما میتونیم پیش از پیش به می زنجار شو بگیم که مثلا شما تداوی موفقانه است یا نه. حتی در فکر هم در تداوی دوایی گفتین یک قسمت دیگه نتیجه نمیده که ما تداوی دوایی میکنیم پیش می استاد دمی سیستمی که چاکلت سیست است وقتی را میکشیم استاد کشیدن جدار سیست مثلا بسیار زیاد پیشرفته نباشه کمک میکنه؟ مثلا از اوقات ما که سیستم میکشیم با جدارهاش هم کشیده شده. ما دنبه معمولا این کار رو میکنیم، تسلیخ کردن خود سیست از ما بین اوبری مشکل نیست. و اگه کشیدیم بسیار چیز مایی مثل کنیم کسایی را که شما مایی مکتومی میکنیم برای انفرتلیتی که بغلب احتمال که سبب انفرتلیتی نیست، اونا رو شما زیادتر انفرتیل میسازین. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما سطح پیریتون مجروح ساختین التصاقات تولید میکنه. اینا پس بسته کردن از آدم باید به شکل مایکرو سرجیکال پروسیجر تکنیک بکنه. این هم برات میگم اگه خواسته باشین نوشته کنه چند چیز آدم باید بکنه. اول بووی یونیپولر آدم باید ازش استفاده نکنه. بووی یونیپولر هم است که از یک طرف کران داخل میشه، بزرگ چی میکنه؟ نه گراند میکنن در قسمت سری میشه، از داخل وجود برق پست ماشین میه کنجا را کوگلش هم میکنه. این بسیار عمیق است و اسکار بسیار خراب میسازد. در اونجا هم بایپولر میکنه. در بایپولر مثل یک پنس و یک پنس که بسیار نوک مین داره. ممکن است بازتان مادم سالگاه مایکروسرجری دیده باشید که ما در افغانستان بازجای کردیم که کارت از یک ترانگش داخل میشه از دیگه ترانگ پس میه، در داخل وجودش کارت برقی داخل نمیشه. اینمی از کارش بسیار زیاد خوب است، عمیق داخل هم نمیشه، سبب التصاقات هم قنا میشه. یکی کار دوم در جای را که دوم علیت میکنه باید مایکرو هموکوگلیشن شد، مایکرو هیموستاسیس شد که آدم میبینه که بسیار خوری زنک های کم است توسط اگر بایپولر نداشته باشین توسط یونیپولر نکنین که از کار زیاد میشه. اگر بایپولر داشته باشدیم یک کمک کنه در کمیتش برای ازی که خونی که در ما بین اندویتیشون از در خود سطح پیریتون میره اینمی خون است که سبب فیبرین میشه، فایبرین سبب علاقه میشه. یکی دوم اگه این مریضا از خاطر انفرتیلیتی عوض میکنین از خاطر اتساقاتش چند کار بکنین که پروتوکول دکتر گومز گومل است، فرانک گومل که در چیز در منتریال است بسیار سریعی موضوع کار کرد. شبه که این عملیات میکنین 8 میلیگرام دکسامتازون میتینش، با صبح عملیات باز 8 میلیگرام دکسامتازون میتینش. این امیرام اینا randomized control study کرده دکتر گومل که در کسایی که نداده و تمام ویریبلش منشا گرفته randomized کرده، دیده که در کسایی که نداده التصاقات بسیار پس دوست. این حال وقتی که عملیات کرده میره که عملیات خلاص تو پاک شد کل چیزا 20 میلیگرام دکسامتازون همراه 100 سی سی نورمال سیلین گت میکنین، پیش از پیریتوان بسته کنید این دما بین اصل هم مندازن همونجا میمانه. این حال این همین محلول را که در اونجا مندازن باز میگن تنها یک نورمال سیلین بندازن، باز میگن چی دکستران هم میگن که تاثیر خوب داره، برای دکستران بسیار لازوجیست نمیمانه. مگر رندمایز کنترول که کردن همین خود دکستامتازون چون انتو انفلامتیلیست
توصیلش از نظر نوکس و ریکورنت التصاقات بسیار زیاد بهتر بوده. دیگه اینا لیا را که بسته میکنین فکرتان باشه که همراه کوکای چی بسته نکنین نان ابزار ببال بهترینش وایکرال است. اگه وایکرال نباشه کرومک کرد کرد است. این همی چیزا را آن باز باد از اون وقت برای دو روز روز 4 میلی گرام صبح 4 میلی گرام شب برای دکسامتازون میتین. باز بعد از اینا رو خانه امروز یک دوز پکت پنیزون رو میکنیم. اون دوز پک شو میفهمیم که دو تابلت 5 میلی گرم برای دو روز است به خیلی مدام میته باز آساس کم میکنه که دفعتن سبب به تراوال استروید نشه. اینی امروز ثابت شده استاندارد امروز است که برای وقایه از التصاقات و بهتر بودن بعد از عملیات که مریض عامله دار شدن. این بسیار خوب سوال کردی، خوب شد که یادم آمد که باید گفت. فهمیدین دکتر صاحب آگر؟ پردیزون هم بچه همز دیگه باز میتین؟ پردیزون فقط دو روز دیگه برش میتین؟ نه چی را همی؟ باز خانه این امرای دوز پک را ممکن. یک دوز پک شین قصبر یک هفته است. اونجا نشته کرده که در روز اول نگیده بگیره، روز دو میره، روز سر میره را باز یک دانه تا که باز خلاص میشه. اینی امروز استاندارد است برای وقایه از التصاقات، بسیار زیاد مفید ثابت میشه. کدام سوال دارم داشتی زبایده جان؟ بله استاد، موضوعی استاد یکی گفتین که میزه که ادینومایوزیس است، اندومیتریوزیس است. کسایی که رتروهرت یوترینس داره بسیار یعنی فاکتور مساعد کننده است برشون کسایی که رتروهرت هستن. منطقه استاد بعض اوقات خانومایی که هانتی وارت هستن وقتی که یا رتروهرت میشه یک دلیلش میتونه که می خود اندومیتریوز باشه به خاطر که التصاقات میسازه رحم به طرف خف میره با اوج یک دیجان میسوزن. من خواستم این موضوع بسته سوزه بکنیم. رتروفرتد یا رتروفلکسیورت یک حالت با تمام مانا نرمال است. این رو خوب شد ذکر کردیم. در کابل شما یقین شدید دکترها میگه که رحم چپه شده. رحم چپه شده بیا که بکشی میشه. باز از اون کنیم. راستش کنیم. بیا که راستش کنیم. کسیشن رحم هیچ ضرور نیست. از نظر انفرتیلیتی و فرتیلیتی و فیکندبیلیتی ما در هر پوزیشنی که رحم باشه فیصدی حمل عین چیز است. خب بازم اگر ایره برش میگن خب از او که بهتر است که بیا ایره بکشیم که دیابتت خوب شه. استاد میبخشین سوال داشتم. درسته جان. بله استاد تشخیص اندومتریوز استاد بسیار مشکل است. هیچ صدایت نمیشنم کنده کنده میشه بی بی وقت که استاد دقیق میشه استاد سعی شو صدایم نینال یک ما که درست شد بگو باید استاد در قسمت همی تشخیص تفریقی اندومتریوز است. استاد بسیار مشکل است اگر مریض فرزن بلاویه دسپارینیا، دزمنوره، پلویک پن و بین استاد پوینت مهم کلینیکی که ما را زودتر به طرف اندومتریوز است فکر کنیم بخاطر از اینکه گولد استاندارد به تشخیص لپاراسکوپی است. استاد یک پوینت مهم کلینیکی که ما دفعتا به اندومتریوز است فکر کنیم استاد است کدام چیز است؟ اونمی چیز را گفتم پیشتر گفتم یک اشتباه اندومتریوز برتاد میده. این حال شرط نیست که مالا پس کب داشته باشید. گوش کن افتا جان. شرط داشته باشید. این مریضا را که اشتباهتان زدیش صحیح اشتباه پیدا شد یک مینی لپراتومی کنین. این که یک 3 سانتی متر در سپر پیبیکش واس کن بسیار با خوبی اصلش دیده میتونین. مثلا که یک چراغ درست داشته باشید. مینی لپراتومی در جایی که لپرسکوپ نیست به تمام مانا بر لپرسکوپی معاوضش در میتونن. و اینا رو نمیفهم کنم کسی سوال که در روز که اگر شب یک روز سر چی که بزنیم سر کرونیک پلویک پین کی بود از شما دکتر سبا کی بود که سوال کرد؟ استاد ما پیشنهاد کردم رفیه جان خودت سیست بسیار خوب این موضوع است که فوق العاده مغلق است و فوق العاده زیاد هم است و تشخیص و تداوی ایناشون بسیار مشکلات داره.
که اندومتریوز یکی از اوناست. اینا اگر مشوره شما باشه دیگه دوشنبه شما سر کانترسپشن گپ میزنیم، روز چهارشنبه در سر کرونیک پلویک پین گپ میزنیم. بسیار اغلق است در نسایی و خصوصاً اندوکرینولوژی نسایی. از مشکل ترین مریضایی که پیش ما یک استاد داشتیم بر ما میگفت مشکل ترین مریضایی که از نظر تشخیص، تداوی و کانسلتیشن فوق العاده مغلق است، یک کسی است که میگه میگمش حوصله میاش درد شکم داره، پلویک پین داره یا ابدامینال پین داره. یکی دوم کسایی که میگه که میگم اورگازم نمیشه، کلایمکس نمیشه. این دو تا فوق العاده مهمه. چقدر کانسلتیشن میخواد و چقدر اسباب از مغلق است و تشخیصش مغلق است. اگر مشورتون باشه ما یک چیز تهیه میکنم برتون و مخصوصا یک ویدیو است که ما چند مخصوص دیده بودم، یک ساعت و چند دقیقه ویدیو است، یک دکتر است در سر زمین گپ میزنه برتون، تمام چیزایش برتون میگه، باز ویدیوش برتون میمونم که خودتون سعی کنید، یا اگر خواسته باشین یک شب دیگه باز ویدیو رو یک جای سعی میکنید. این موضوع بسیار جد مهم است برای اینکه بسیار تداوی چرایی میشه اینجا، بسیار تداوی چرایی میشه و آدم میبینم که یک وقت میشه که آدم بیخی نمیفهمه که چی است. اگر مشورتون باشه دیگه چهارشنبه سر زمین خر باشه گپ میزنیم، درست است؟ پاورپوینتش همراه ویدیوش رو ما میکنم، اگر بتونین پیش از اینکه سر زمین گپ بزنیم یک دفعه ویدیوش رو سعی کنین خودتان. درست است؟ درست است؟ بله. باز همراه پاورپوینت یک فیس خودم براتون رو ما میکنم. فیسی ما چی هست میفهمین؟ فیسی ما برای ما مادرجان خجور پخته میکنه. استاد خجور خورده نمیتونیم، دعا میکنیم برتان دیگه. دعا کنید. میفهمی که ما قابل یک چند دانه خجورات در فریزر نگاه کردیم. که بعض میزا میداشته باشم که بعض اراض است، مثلا از خاطر بولیشن شست است، منیوری است، بولیتینگ است و برست اندرنست دیگه پا. یکان میزا می استاد از سردردی بسیار شدید شکایت میکنه. من یک جای خونده بودم یه میزه که امرا با منسس یک سردردی که به نام کتامینال هدک میگن یا می داشته باشه، یک پاسیبیلیتی اندومیتریوز است پیشان میره. خصوصا میزا پیش از اکادت مار میشه حتی سردردی بسیار شدید پیدا میکنم، بعض اوقات امکان داره اختلاجات هم پیدا شدن. استاد شما در این مورد چی بر من استاد؟ خب بسیار اگرس کلان است. اینا را پری منستر سندروم نمیگن، اینا را پی ام دی دی میگن. اگر نشنیده نشنیده با پی ام دی دی هست پری منستر دیسفورک دیسوردر. نه تا اندازه باز وقت شدید میشه که مریضا خودکشی میکن. پی ام دی دی را اگر خواسته باشین باز یک روز سر زمین موضوع گپ میزنیم، کشال موضوع است و خیر دو شب گپ میزنیم سرش. پی ام دی دی یک موضوع بسیار زیاد مغلق است، یکانه چیزی که در وقت ها یک ذره چند نمیفهمم چه وقت میشه که استثار های برای یک مدت کم میتن در روز آخر ایشان عادت معارشان برای زینا یا 50 میلی گرام زولافت یا مثلا 20 میلی گرام از هر کدام SSR هایی که باشه. برای اینکه SSR هایی خواهی میفهمند که سیروتونین سنتیتیز ریلیس هورمون است. اینیا برای دپریشن و برای چیزا میتین اقلا 3 ماه کار داره تا که تاثیر کنه. مثلا کسی که شما میتین یک ماه باید بک والا دکتر تاثیر نکنی برش بگین که 3 ماه اقلا بگی که تاثیرش بفرمی. یگانه وقتی که SSR های ثابت شده که تاثیر بسیار آنی و حاد داره پی ام دی دی است، حتی در پی ام اس هم هست که فقط از روز 20 تا روز 20 بر در روز عادت مار در روز پیش از عادت مار یک تابلت میگیرد 75% یک تاثیر مثبت داره. یعنی من قشال برتاد میگم باز اگر خیر باشه یک روز سرش گرد میزید. ما کوشش رو میکنم که یک لیترچر سرچ کنم که برتان آخرین نشرات پیدا کنم. Just amazing
تمایزات فرتیلیتی خب با مصاب پروتکل انفرتیلیتی بکنیم. ممکن است که تشخیصی داشته باشه یا نداشته باشه. پی ام اس تمایزات انفرتیلیتی است. کسایی که پی ام اس در عادتشان نرمال است تقریبا 90-95% آبلشن میکنه. یک علامی بسیار خوب کلینیکی است که هیچ بدگه وسایل تشخیصی ضرورت نمفته. واسط میزه انفرتیل ما در ورکپش خصوصا اگر موضوعات دیگه که ما به ترتیب میریم پیش مثلا ماینات میکنیم لپراتومی و لپراسکوپی آلفیرن واسط معمول نیست در افغانستان. ما لپراتومی اجازه داریم واسط هیچ مشکل صد فیصد. ما در شفاخانه شهدا چند نفر مینی لپراتومی کردیم که امکان داشته باشه که یا مثل که بیشتر دیدیم که اوسیلیشن رو پاک کنیم برای تداوی مساعد شده یا ایسته که تبلایشن برشان بکنیم با بخشن تبلایشن توبل سرجری برشان بکنیم که اگر مثلا بند باشه واس کنیم اینا. در کویتا در شفاخان شهده ما در ظرف 6 سال 22 نفر میلی لپراتومی کردیم. از این 22 نفر 12 توبرکلوز داشت که کلش ایسیمتوماتیک بود و تمام اونا هیچ بالکل استدباب داره هیچ که شما رو تنقید کده نمیتونه ملی لپراتومی به تمام اونا استدباب داره. استاد یک موضوع در افغانستان یک پروبلم است که باز زود از این یک سوی تعبیر میکنه دیگه هر مریض باز بدون از که ورکاپ مکمل کنه و شوهرش در دبی باشه و این بیچاره در لپراتومی. استاد این یک پروبلم است منتها یک مشکل ما داریم که چل سال هست که پروبلم ها دیدیم دیگه چی کنانم ما شما مثلا ما اجازه داریم ها اجازه ست میسن هر کس گفت که اجازه نداریم از خاطر واید نمی کنیم از خاطر هر کسی گفت اجازه نداریم ایمیلش برای من روان کنیم در اینجا هم رایی زوم میکنیم بگیم بگو که چرا اجازه نداریم. درست ما خب واضح قدر در پشتان استاد استم جور باشه درست سلامت بشید. بسیار اگر خدا کنه که استفاده اشتر باشدش. استاد میز یک سوال در ما پیدا شد. استاد در مریضای سیزارین اگه بخواییم که التصاق به مریض التصاقات بوجود نبه مثلا یعنی او پری سیزارین سیکشن اسکار داشته باشه قبلا عملیات شده باشه امکانات ازی باشه که بازم عملیات شده استاد در او میتونیم که امی طریقه استاد دیگه سمیر از اون برش بتیم به خاطر که التصاق نکنه. دکتر من به این صورت توصیه نمی کنم برای زی که در اسکارا و که در سیزاریان می سازه اکثر کلش اسکارا یه چیز دک فایبروتیک هست به تو فیلمی نیست نازک. دوم ما کسایی که سه سیزاریان می شن باید با دزو بسیار توصیه می کنن که نفیرهاشون رو بسته کنن در اونجا یه چیز اگر من تا اگر اینا اندومتریوس شق داشته باشن انسجر اندومتریوس داشته باشن بسیار ساده است میکشنش و عرض بسیار وصفی همیست که دردشان در ناجل در وقت عادت موارشان بسیار بلند میره دردشان زیاد میشه اینمی و تمام مانا دلالت میکنه که مریضا اسکار اندومتریوس است داره. تشکر استاد. همینجا ما یک سوال داشتم و بخشم خارج از موضوع است اگه وقت دارین. اینجا خیلی شب وقت است شروع کردیم در بجی شب است. استاد در ارتباط روبیلا و سایتو میگالو ویروس شما گفتن در می ریکرن در برشان ها که باعث سپور دیگه برشان میشه. استاد رول همی روبیلا در انفرتیلیتی کدام رول داره؟ روبیلا در انفرتیلیتی روب نداره. روبیلا انفرتیلیتی کلشان حمل میگیرن منتها اگر در سه ماه اول باشه بسیار شدید تشوشات اطفال میسازن فیتل آنامری را میسازن و بعد از اون اگر فیتل آنامریشون بسیار زیاد باشه ممکن است که سیکند ترایمستر اینا ابورشن بکنه. از اون خاطر است که از روتین است مثل با شما در پرینیتل کیر گپ زدیم که کل گیزی مریضا باید روبلا تستشان شود که اینا روبلا پازیتیو هستن یا نگاتیو هستن. اگر روبلاشون پازیتیو بود که اینا روبلا را تیر کردن
هیچ کدوم چیزی دیگه دسترشان نمیکنه. اگر حمل نداشته باشن و شما فهمیدین که یا از نظر جرمن میزل معافیت ندارن، باید حتما واکسین جرمن میزلشان رو بلا شاه. وقتی که واکسین شدن سه ماه بعد برشان اجازه بدن که حمل بگیرن. این حال کسایی که من پیشتن در پرینیتل کیر در ویزیت اولتان شما میبینید که روبلش منفیست. برزی چی میکنید؟ در وقت خود چی روبله را واکسین اجازه نمیدن در وقت حاملگی. این حالی مریضا را دو چیز توصیه میکنید. یکی بگه اگه شون نگه که هر کس یک بخار یا گرش یا کسی سرخکان داشت یا سرخکان چه داشت هر کسی که داشت ازش دور باش. و اگر باز برات یک بخار یک چیز پیدا شد فورا به ما مراجعه کن با شما یک دفعه روبلاش تست کنیم. هر قدر که حمل به طرف ترم میره اما قدر چانس فیتال انامالی امرای روبلا کم میشه. دیگه خب میخوام که جرمن میزل تداوی نداره. آن درست است. به خاطر که استاد اینجا یکان مریضایی که ما مواجه شدیم مریضایی بودن که همین جا پیش یکان دکتر سایبا رفته باز وقتی که آمدن گفتن ما حمل گرفتیم چی کردن بالاخره برد گفتن که در میورکب برشان گفته که ما توروبیلا داشتی یا مثلا یک دو مریض ما مواجه شدیم تو پاکستان رفته بوده باز در اونجا گفته که روبیلا داری باز من این فهم تداوی کرده و باز ما گفته حمل گرفتیم دیگه نمیفهم استاد ما این که گفتم ما ایست بم بیزیل می داره نداره نظر شما رو این مورد صفیه جان گوش و اول خود گفته روبیلا داری تداوی شدی یعنی ما خطابل نشدیم که به دکتر سیب ابراهیم جان شخصا داخل هم است کدام تداوی برای روبیلا هستک؟ تداوی برش نیست مرض است که قابل وقوع واکسین است مثل که بر چچک تداوی نیست نی؟ تنها واکسین میکنن اول خیلی گفته تداوی شای خوب با تمام اونا دروغ بوده رزی که خب میفهمین دیگه این از ما که شما بهتر که گپای میدنن که مریض امپرس شده دیگه که روبیلا داری روبیلا که داری اگر روبیلاش انتیبادیش مثبت است خوی با تمام اون معافیت داره دیگه روبیلا رو نمیگیره و معافیت روبیلا هم دائمی است از خاطر است کسی بگل هر شب سر از این ما شما گپ میزنیم مریضا را ما گپ میزنیم که امپرس شده و پیش ما پس بیاد به سر گو شیری ما زایده باشه که پس بیاد اینی کلانترین یک جرم است ببخشین از نظر طبابت مثل که مریض گفته که بیا کسی تو میکنید که چیست که دیابتت خوب شده من یه ایش نشدیدیم به عمر گپ استاد باز برازی یک مریض بخلم چی داده بوده فکر میکنم اسکلوویر داده بوده و ما استاد زیاد سرچ کردم در اینترنت و این طرف و این طرف ما نه کدام چیزی نیافتم بر ما بخی یک چیز مجهول بود من متواتر دیدم میرم تا حال یک سه چهار مریض ما مواجه شده این وقت سم اسکلوویر داده یا تست کرده یا من نیفهم چه قسم مریض بازی داده برای دکتر که شما باری بازی بازی اگه اسکلوویر هم نمیتر یک دور قمنتی بیتی کم هست امرش یک الانجیزی کم هست یک دوای تونی که ویتامین هم هست بوز دواخانه زیر خویا از خودش است یا ایسته که ما در غزنی قراردادهایشان دیدیم که امروی دواخانه و آلتراسان قرارداد کرده بدن که ما را 33% کمیشن بتین ما برتان مریضا رو روان کرده بیدیم این تو رس دیگه دکتر صاحب خود فکر کنیم در جالبات من رفتم میفهم که گپا رکاردم میشم اگر من چیزی که حقیقت سو رو میگم در جالبات من رفتم رئیس به سیهی جالبات یک دانه ماشین الکترولایت ها خریده برای کل دکتر ها گفته که هر مریضی که میاد باید الکترولایت ها اشتایم کنیم خود که شما خود فکر کنیم یاد اونجا یک شعبه نوه و بی ولادی ساخته بودن بسیار خوبش نمیفهم کی داده بود پیسیش آقا خان داده بود یا کسی در مابین هر ده چی بود ده بستر بود در مابین هر سر یک لگن بود که برای دستشویی میفهمیم که دستشویشتن از موضوعات فوق العاده اولیست مابین دو مریض برای انفکشن پریونشن رئیس با من گفته برو بابا یازده دانه لگن اینجا چی میکنی یک دانه در کنج مانده دادن دیگهش در جیب خود انداخته پیسیش خود فکر کنید در جان از اون مردم کل ما چسبیدیم هر کس به مقدر توان خود یک چک میزنه که چک گرفته میزنه قابل بسیار تأثیر است دیگه فقط سرینی که سر ما آمده دیگه چطور کنیم استاد گل زنده باشن تشکر استاد تشکر از راهنمایی نیکتان زنده باشن استاد خدا کنسان
ببخشید که من سیاست مدار نیستم، یکان دفعه از دنبانم خطا میخورد از سر سیاستی. خب خیلی دیگه روزتان خوش. دیگه سه شنبه سر کانترسپشن گفت میداریم، باز انشالله چهار شنبهش لسر پلویک پین انشالله اگر حیات باقی بود. خداحافظ.